های به های تو. بچه این توت فرنگی ها رو اول بخورم. صبحان اون نیفته تو این صبحان نهار با هم رفتم هم دوش گرفتم دیگه. عکسای چیزو بعدم میذارم، عکسای خریدایی که از بازار روز کردم، ولی فعلا. ولی یه چیزی بهتون بگم، 20 تا دونه از اینا، 22 سه تا دونه، حالا بهتون نشون میدم. بذار اول اینو بخورم. خب واقعا نیم کیلو 50 نیم کیلوش، یعنی 1 کیلوش 11 یورو مستقیم از نیفته رو این. حالا حلیم دیروز اومده پر گوشت هفتمون تمام شد. خب بیاین که چی رو نفهمیدم از به سلامتی رفتم یه سری جا تخم مرغی ها رو بردم، یکم شیشه ها رو بردم. بعد دیگه من خوشم میاد از بازیاف از آشغالا رو جدا کردم. نون رو ببینید، نون افغان. پیازشه نازو، اینا پیازشه رو فوزی آورده دیروز. فوزیه چه چیزای نون، 3 جور نون آورد، نه 4 جور نون آورد. بچه ها نمیده این زیتون دونه ای فکر کنم 10 سنت، دونه ای 10 سنت، دونه 22 تا زیتون با اینا 5.5. نمیدونم دیگه، خودتون 5 یورو دونه ای، نه بیشتر هم میشه. ریاضی از هر چیزو. خب بچه این حلیمی که دیروز قرار بود بیاد دیشب رسید، دیر وقت رسید. حالا بذاریم ببینیم چه جوری هم. نمکش خوبه. داشتیم پیاز چه و حلیم و زیتون، اصلا همشون با هم نمیدونم اصلا کدوم رو بخواب. اینم پیاز چه هم بخواب، افغانی ها حلیم لپه میریزن، نه لپه ندارم. بچه یه طرفش رو شکر بریزن، یه طرفش رو بدون شکر، یه طرفشو نمک، اونم نمک صورتی. یه بار از این بخوریم، یه بار از اون بخوریم. نه هنوز من خونم داشتم همینطور میخواستم خالی کنم، دیدم باز یه سری چیزا هست، باز توی نمیدونم. هنوز 2 تا سیب زمینی خریدم از بازار روز، که از اون سیب زمینی هایی که با پوستش میتونی بخوری. این حلیمو
یکی از دوستای یه خانومی پخته دیگه. بعد قرار بود دیروز برای فوزی زودتر بیاره، ولی دیر میاره. نمیدونم دخترش چی میشه، نمیدونم میفته دخترش، نمیدونم چی میشه، از این اتفاقا که میشه میفته دیگه. بعد واسه همین شب میرسه. خرید خیلی خوبه، من همیشه از کوچیکی به خرید اون قهوه‌ای های روی حالیم چیه؟ دارچینه دیگه، دارچین. روغن ریختی، یادم رفت، باید کره میریختم، یادم رفت. راست میگی، فوزیه گفت، گفت روغن بریز. نام نام اشکال نداره. اشکال نداره، دفعه دیگه. من اینجور که میبینم زیاد چیز میزم، اینطور به ما همیشه میاد دیگه. تا از دلمون حلیم گذشت، جایزه که بکرم با منی. با شکرم خوب میشه. پوزه شکرم نریزی عسل بریز. عسل نمیدونست. این برم خوشمزه است. خب این بر شکر ریختم، این بر نمک ریختم. امروز داشتم میرفتم که بازار روز دیدم اون دست، اون چیز که فیلمی که براتون گرفتم، خیلی خوشم اومد. اون داربستای ندیده بودم. داربستای مدرن. مرسی از بدم خوب حالت بگیرم. تازه از دوش اومدم. وقتی از دوش میام ما هم اینجوری. چه خریدای خوبی کردی. آره زیادم نشد، چون که بچه توی این تعدی که این حلیمه رو ببینم. تعدی دو حلیمه هم تعدی میخوام. سلام فرمانده. الان یه پست دیدم، وای نمیدونم دیگه، شهادت بوده مهادت بوده. ما حلیمشو میبینیم. آها یه فوزی اومد گفت یه نفر از فامیلاشون فوت کرد. من کجا درست کنم از این چیزا؟ این سلیکون ها چی بودم؟ خیلی گرون ولی عالی.
چی رو نشون بدم؟ خریدار رو؟ همه رو توی کانال گذاشتم دیگه. ولی خب اینا بازار روز خب خیلی گرون میشه دیگه. شما فکر کن یه پاپایا، همین پاپایا که اون چیز یه دونش 10 یورو بود. نمیدونم تو ایران چقدره پاپایا. همیشه برو خودت برو خرید. خب این یه چیزیه که حسش باید ایجاد بشه دیگه. با شکر و نمک. آره این ور نمک، این ور شکر. بذار ببینیم بعدم. آره بازار روز خیلی گرونه، نمیشه. من موقعی که با اووه بودم اون همیشه از بازار روز خرید میکرد. هر هفته میرم. خب خیلی اونجا گرونه دیگه. باید آدم وضع مالیش خیلی خوب باشه که بتونه بره اونجا. پیاز هم بخور. دارم میخورم دیگه پیاز. پیاز شست. خوراک لوبیا با قارچ بخور. فکر خوبیه. غذای غیر گوشتی خوبه. حریم اونجا رو از کجا پیدا کرده؟ دوست فوزی پخته. درست کرده یعنی. من تا حالا حلیم درست نکردم. وحید خونه مریمه. یه الان گذاشت یه پیتزاهای گذاشته درست کردن. ندیدم و ویدیو بسیجاش، ولی فرستادم کانال. ولی یه چند تا همینطوری به چشمم خورد، گفتم اوی 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 اوی. بچه ها سیر نشدم، کلی چیز میز دارم بخورم. قدر احمد رو بده با. باش حالا بشینیم مرثیه بخونیم. مرثیه بخونیم. بابا هر کس رفت خوش رفت دیگه. تازه که احمد حالا گفته که ما میخواییم یکم بعد از یه مدت. حالا بذارید راحت باشه دیگه. و چه چیزایی هم بچه ته اینم بیاره. تردیک شده. سلام سلمان. یکی یه پستی فرستاد. با این درست کردم. حالا دیگه انداختم زبونم. بالا بیاییم بچه ها. من چند تا نکاتی بود میخواستم بهتون بگم. یک در مورد احترامی که ما به هم دیگه ظاهرن میذاریم. طرف میگه مثلا پاشو بیادبانه جلوی من باز کرد.
مثلا پاش مثلا اینجوری نشسته، خب بابا بذارید راحت بشینه، لباس راحت پوشیده، سینش معلومه. میگه نه من بذار احترام بذارم. حالا هم به قول اون یه خانومی که گفت هم شکر و هم نمک رو قاطی کنیم دیگه، هر دوتاش خوبه. این یه شعری دارم، مواظب باش مواظب باش مرا با نام کوچک تو ننامی، ننامی 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 ننامی. حالا این شعر من کی نوشتم؟ موقعی نوشتم که یکی از دوستام حالا فوت کرده ها، من به من گفت زیبا تو چقدر راحت مثلا با آدما برخورد میکنی، آدم به تو میتونه راحت بگه زیبا. یه خانمی هست، من هرچی اسم کوچیکش رو پرسیدم گفت نه خانم رضایی هستم، مثلا خانم نمیدونم امینی هستم، خانم فرام. من ناراحت شده بود که مثلا چرا اسم کوچیکش رو بهش نگفته. به من که این ماجرا رو تعریف کرد، من شب رفتم این شعر رو نوشتم. من اون موقع هنوز همایش ایرانی ها میرفتم، بعد رفتم تو همایش ایرانی ها، گفتم شب شعر بود، نوبت که به من رسید گفتم منم میخوام این شعرم بخونم. بعد یکی هم دنبک میزد، گفتم لطفا شما هم دنبک بزن با این شعر من. مواظب باش مواظب باش مرا با نام کوچک تو ننامی، ننامی ننامی. مبادا مبادا مهر و محبت بین ما ایجاد کرده. حالا شعرش هست دیگه، حالا خواستید برق میزنید یوتیوب از روح شو کنه، بعد از لایف میرم این تعدیدش رو میخورم. ولی حالا یه زن اینجوری بکنم تهش رو، اینم سیر مخ بکنیم، اینجا هاشو سیر مخ بکنیم. دنبک تنبک، نمیدونم چی دنبک تنبک من میگه، اون دنبک یه دنبکه هر کنم. منظورم با کدوم خودم باید میخوام؟ این آقاها، این مادر، مادر حاجی خانم، نمیدونم خواهر، القابی که به آدم ها میدن، میخوام مثلا مرز سری مرز بسازم، باید به یه همچین آدمایی مثل من برخورد بکنم؟ یکی گفت شما جای خواهر منی، گفتم خب حالا که من خواهرتم میخوام تو رو ببوسم. نه گفتم پس چرا چرت و پرت میگی آخه، ما کاری نداریم که برای همون شخص کلی خرج برداشتم. خواهر گفتم که من اینو حالا یه بار توی لایو گفتم، حالا وارد اون نشیم. حالا این جریان، این که یکی از بچه ها گفت تو گروه چرا سحر گفته حسن آقا تو اعتراض نکردی، ولی وحید گفته که وحید نه سحر به آها تو اعتراض نکرد، ولی هدا وقتی به احمد گفته احمد آقا تو اعتراض کردی. گفتم من اینو توی لایف توضیح میدم و این برمیگرده به اون موجی که طرف منتقل میکنه. گفتم توی برخورد هدا کالکولیرن و محاسبات بود که کجا من بگم احمد، کجا بگم احمد آقا، و دقیقا روی منافع و اون محاسبات خودش که در کجا به نفعمه این حرف رو میزد، برای همین حس منفی میداد. ولی سحر اینم اشکال چیزه، هنوز مثلا ضعف هستش که آدم نتونه، مثلا اون ضعفی که من در رابطه با خودم با پدرم داشتم که نمیتونستم اسم کوچیکشو بگم. این روی ریا نیست، روی اینه که
که ناتوانه یا ضعفی داره و یا مثلا میخواد با اون حل کنه و این فاصله رو، شکستن این فاصله ها و صمیمی کردن روابط خودش هنر میخواد. برای همین اینجا وقتی طرف میگه احمد آقا، منم خیلی خوشم، حسن آقا خوشم نمیاد، ولی من بوده یه سری کسا میگفتم منو حتما آقا بگو، خب دیگه زورم نمیرسید دیگه، من میمدم بگم مثلا حسن، میگفت نه به من بگو حسن آقا. ولی اون کسی که اجازه میده میگه اشکالی نداره منو بدون آقا یا خانم صدا کنی، خب ما اینجا میتونیم قدم برداریم و فضا رو صمیمی‌تر کنیم. این مناسباتی که به ما القا شده بزرگه، حرمت موی سفیدشو نگه دار. خب حرفتو نزن، حرمت موی سفیدشو نگه، حرمت سنشو نگه دار، حرمت ماد. خوشبختانه این حرمت ها رو برای من قائل نیستید، خوشبختانه. آفر. هرکی این حرمت ها رو میشکنه و برای من احترام قائل نمیشه، این احترام ها رو قائل نمیشه، در واقع در راستای اهداف زیبا ناوک حرکت میکنن. چون من میگم این مناسبات اصالت ندارن. تا اینجا که خوشمزه بود. یکی از بچه ها گفته بود دایی به نهارم بذار، در واقع این دو روز دو سه دفعه شد لایو به نهار، نهار شام شد. با این احترام ها طرف میره میگه بابام احترام میذارم، مثلا جلوش سیگار نمیکشم، ازش مخفی میکنم. این خیلی خوبه؟ نه خیر اتفاقا. من در رابطه با اون کسی که میاد یه جا مثلا، طرف با همین محاسبات میدونه که کیو چجوری خر کنه. ضعفش نیست که اینو نمیگه، ولی مثلا که اون مناسبات روش حاکمه، بلکه میدونه که کجا بگه. مثل کسی که مثلا میدونه که کجا مثلا بگه خواهر، کجا بگه مادر، کجا بگه فلان، که یکی رو خر کنه. الان میام بذارید اینو بخورم بعدم میام. حالیم تموم شد، مقویم بود، کافیم بود، زیاد خوب بود دیگه، زیاد نه، من خوب بود، اندازه بود. های بهتر میتونم با تون حرف بزن. یه آسمون نگاه کنم.
یه دونه از زیتون ها بخورم، زیتون های 10 سنت 20 سنت، با چه خبره 20 سنت؟ آره دیگه، دونه 20 سنت. من یه کسی بود که چندین نفر توی همایش ایرانی ها بودن، میگفتن انقدر ما آرزو داریم که کسی ما رو صمیمانه مثلا اسم کوچکمون رو صدا کنه بدونه مثلا آقا و اینا. گفت زن منم مثلا تو رخت خوابم به من میگه آقای نمیدونم ابتهی، آقای نمیدونم افسلی، آقای فلان. بعد مثلا احترامه؟ نه، فاصله است، فاصله است. همین فاصله رو سیستم هیرارشی، مذاهب، سیستم های طبقاتی، این فاصله رو میخوام. ما یه کلاس، آلمان هم اینجوری داره، ما آلمان هم یه جا داریم. من یکی از تراپیست های من در یه دوره ای یه رابطه عشقی با من پیدا میکنه، از کار اخراجش میکنه، چون من بهش میگم برو اقرار کن تو محل کارت، به شفت، به رئیست بگو که با من. وقتی میگفت زیبا، من میگفتم میشائیل، من میگفتم زیدورفنیش، شما اجازه ندارید که اینو اسم کوچیک صدا کنید. ما کارمندا، ما با هم اسم کوچیکا شما صدا میکنیم، شما کلینت ها با هم دیگه، مثل شما برده ها یه جور همدیگه رو صدا کنید، ما رئیس رؤسا یه جور همدیگه رو صدا میکنیم. حالا یکی از اون رئیس رؤسا با این، با من نوعی که مثلا به طبقه برده ها تعلق داشتم تو اون زمان، تازه اومده بودم، یه رابطه عشقی پیدا میکنه، عاطفی پیدا میکنه. ما هم که از عشق مهمتر برامون انتقام مهمه دیگه. برای من انتقام در رأس احساسای منه، اون حقایی که از من گرفته شده، برطرف شدن، برآورده شدن اونها خیلی مهمتر از عشق بازی و لاست تراپی هست. برای من خودش به یه نوع ارگاسمه برام. اومد و حالا ما یه ماه با هم دیگه خیلی تشتر مشتر لاس و پاس و اینا، یه سه باری با هم دیگه تو اون یه ماه یه سکس خیلی افتضاح و الوال خیلی هم. نه، ولی بالاخره اسمش شد سکس. ما هم دنبال این بودیم که این اسمش بشه سکس. گفتم برو به رئیست بگو. گفت اگه من بگم منو اخراج میکنم. گفتم برو بگو، ما باید از این مسئله دفاع کنیم، راز نداری. اون موقع اینجوری هم نبودم که بگم مسئله راز نداری، الان هشتک راز نداری، یا مثلا اصلا اون اینترنت هم نداشتیم، اصلا نمیدونستم اینترنت چه. سال 20 خورده، 23 سال پیش. این میشایل به حرف من گوش میده و میره به رئیسشون، به توی کلینت ها میگه که من با زیبا رابطه برقرار کردم. واس واس تو درست نیست، تو نمیدونم فلان بلان بم بلدیم بلدیم بلدان بلان. جلسه تشکیل میدن، جلسه تشکیل میدن. اصلی ترین سوال اونجا چی بود؟ آیا تو باهاش سکس کردی؟ حالا ما یه ماه اینقدر با هم دیگه لاست زده بودیم، فلان قد لذت برده بودیم، اصلا اون سکس در مقابلش هیچ بود، ولی بالاخره اسم سکس اون بود دیگه.
گفت یا شب اسکمخ نمیدونم فلان، تو دو بیست گفایرت انتلاسل اخراج. میشایل با کلی سابقه کار و فلان اینا اخراج شد. وقتی هم که یه کسی خودش خطا میکنه حقوق بیکاری هم بهش تعلق نمیگیره. 3 ماه هم بهش حقوق تعلق نگرفت. بعد البته خودش راضی بود، گفت منو نجات دادی از این همش میرفتم یه لنگ وایلی خسته کننده میشستم، باید فلان این انجام بده اون انجام بده اینا. بابا کلی پول داشت سیف کرده بود، گفت بابا نه، اول فکر میکردم اینقدر تو اون یه ماه فکر میکردم این بدبخته، اینقدر مثلا فکر میکردم فقیره. اومده بود میگفت تو توی این اتاق کوچیک 35 متری چقدر اینجا شاده، چقدر خوبه، من اگه زندگی کردم توی این یه ماه با تو زندگی کردم. من رفتم خونه یه تراپیست رو دیدم 10 دقیقه نمیتونستم باشم، انقدر افتضاح، انقدر تاریک، انقدر درهم برهم کوچی، اصلا از مال من دلباز فلانه. بعدش فهمیدم چقدر پول داره. اون موقع 50,000 مارک، 50,000 مارک خیلی پول بود اون موقع. گفت من تو حسابم هستش و فلان و اینو. بعد من همش نگران بودم، گفتم با این اوضاع زندگیت، با این ظاهرت، با این خونت، با این فلان وضعت حتما خیلی خرابه، بذار ببینم من میتونم برای تو یه چیزی جمع بکنم، فلان کنم، یه کاری بکنم. داشتم فکر میکنم کاین زورگه من کنم. نگران نباش من کلی پول دارم. وقتی دید اینجوریم گفتم تو این همه پول داشتی، تو این همه پول داشتی و این همه اینجور گداواران زندگی کردی، انقدر به خودت شکنجه دادی. بعد میگفتش که من همش از صبح سر کار میرفتم میمدم، بعدم استفراغهای روحی مردمم باید رو من میمد دیگه، همینطور رو میمد. باز مادر زنش ناراحت بود، از زنش ناراحت بود فلان. ما میگفتیم یا گوش میدادیم اینا رو بشنم. حالا منظور من چی بود این داستان رو گفتم؟ یکی از شاهکارهای من از کار بیکار کردنه میشائیل بود دیگه، که دکتر شوقی اومده بود جیغ زد، گفت میدونی تو آلمان یعنی چی؟ یکی کارش از دست بده یعنی چی؟ تو باعث یه همچین چیزی شدی؟ گفتم و کاسه داختر از آش شدی، خودش راضیه، خودش راحته، میگه من الان نجات پیدا کردم از این سیستم، پول از دست دادم نجات پیدا کردم. و اما حالا چرا اینو گفتم؟ فاصله طبقاتی، فاصله طبقاتی و اینکه شما باید به ما بگید هر مستر. شما نمیدونم تو راحت بیاد بگی که میشائیل، ما میگیم فرا نوبری، اون موقع نوبری بودم دیگه، فرا نوبری، مثلا میسیز نوبری. حالا شدی شما اومدی اینجا فاصله رو شکستی. من هاوس فوربیدن شدم، منم هاوس فوربیدن شدم، منم تا یه مدتی چند سالی نمیتونستم اونجا برم. بعد از چند سال گذرم افتاده بود اونجا، رفتم بالا گفتم ببینم من میتونم بیام بالا. گفت یا بیتشو چند سال بعد اومدم برم بچه ها رو ببریم برای فروشتوک و صبحانه باید. چی بود؟ برای چی؟ اینجایی که آقا میگی جو داره، تو نمیتونی به رئیست بگی مثلا محمد، مثلا با آقای خامنه‌ای بگی علی، میان همونجا پدرتو در میارن، حالا در حالی که اسمش علیه ها. باید این سیستم ها باشد.
و اینا برای ما از کوچیکی چیه؟ از کوچیکی به ما دیکته میشه. انگشت رو رفته توی حالا بادی لنگویجی من ساغر خواست بگه به نگه که رفت بادی لنگویجی، این دیگه تنگه دیگه واقعا. تو بیا بین رو اینجا برو این راحت. کجا بودم؟ بله، این فاصله ها اومدن توی همایش جلسه تشکیل دادن. زیبا اسم کوچیکا رو تعریف کرد، میگه به آقای مسئول اینجا میگه. یه بار هم گفتم تقی تقی، گفتن تقی کیه تقی کیه، گفتم بابا مسئول اینجا آقا هاشمی رو میگه تقی، گفتم آره دیگه تقی تقی دیگه تقی. ای با این میاد همینطور راحت اسم کوچیکا رو میگه، تو چی کاره ای که اسم شوهر منو به کار میبری؟ مثلا علی میگی یا نمیدونم حسن میگی یا فلان میگی یا بهمن. مرزها شکسته میشه، مرزها شکسته میشه، احترام های کازه از بین برده میشه، سیستم سرمایه داری که مذاهب هم یکی از تمام مذاهب به این سیستم ها تعلق دارن، این سیستم باید باشه. بالا بشین اینجوری کنی ای خدا بند من نان بزرگ واره فلان و بهمان، بعد به این یک حضرت پیغمبر، حضرت پیغمبر اگه تو میتونی بگی محمد. کدوم محمد؟ کدوم بابا؟ همین پیغمبر دیگه. مگه میتونی به امام بگی علی؟ حالا همونجا که من شعر هی 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 تویی که خدا مینامنت، میخواهم تو را، میخواهم هی هی میخواهم با تو حرف بزنم، نمیخواهم تو رو با اسامیه نمیدونم چی 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 چی، نمیخوام مثل بردا وایسم، میخوام توی رابطه برابر با تو باشم. این سیستم به ما یاد میده که همینطور بیا بالا. پیغمبر، امام، بعد میای تو خانواده، پدر، مادر و برادر بزرگ، پسر، دختر و با 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 اینجوری. شناختن این سیستم ها خیلی خوبه و اینکه یه جامعه شناسی و یک دیدی به این مسئله داشته باشی که چرا باید این سیستم ها باشه، اینجا که متوجه میشید که جایگاه این القاب، طرف میاد میگه مادر، میخواد بگه تو رو توی یه مرحله‌ای میبره، جایگاهی تو جای بد دختر من هستی. سیاوش چرا به هدا نگفت جای دختر من هستی، ولی به فریدا گفت؟ هر دوتاشون با هم همسن بودن. درن درن به اینگو اشلی بدیش، همسن بودن. بابا فریدا جای دختر منه. سن مهمه، تعیین کننده است. جنسیت مهمه، ملیت مهمه، دین مهمه، چی مهمه؟ و اینجاست که یاد میگیرن آدم ها چه القابی رو کجا استفاده کنن. خب دیگه، حالا این مسائل رو من یه اشاراتی کردم در رابطه با این که حسایی که، یعنی شما یه دفعه میکنم بابا یه دفعه گفته احمد آقا دیگه، اونجا هم گفته حسن آقا دیگه، فلان موج ها خیلی فرق.
کن. آها باش باش باش. جالب اینجاست که من روانیم و باید بستری بشم و تو اومدی نشستی اینجا ویوی منو بالا میبری. از شما صمیمانه تشکر میکنم، از شما تشکر میکنم. تو فقط باش. این در رابطه با تفاوت القاب. خب بیایم حالا ببینیم که این ذره جلوتر. شماها آزادید که هر چیزی بگید. من اینجا در رابطه با مریمی که وحید رفته خونش، اولا اینکه بسیار کار جالبی کرد که اومد لایو گذاشت. اول اصلا نمیخواست. مریم من واقعا به تبریک میگم که انقدر در یه مدت کوتاه خودت رو قوی کرد. انقدر دست میزنم به این سرم همیشه بعد از اینکه از حمام میام اینجوری. واسه همین باید بلا فاصله سشوار میشوارم که نمیکشم. میدونم اذیت میشید، منم باید سعی کنم دست نزنم. خب در مورد چیزی که خوبه بشم در مورد شیرین یه چیزی تو ذهنم بود بگم. آها فریبا مریم ازش تشکر میکنم به خاطر اینکه وحید با وحید خیلی رابطه خوبی داره و دخترش هم همینطور، و اینکه جرأت هم کرده که این کارو بکنه، دعوتش هم بکنه و بیادم جلوی لایف و باهاش هم فیلمم بگیره. این خیلی خوبه. تعداد این بچه ها هر چقدر زیادتر بشه برای مردم عادی تر میشه که بابا ماها حتما که نبایستی با یه کسی فامیل باشیم. خیلی وقتا آدم با یه سری کسایی از فامیلای خودش هم نزدیکتره. شما شاید با فامیل خودت با روابط خودت انقدر نزدیک نباشی که با یه سری کسایی که اصلا هیچ نسبتی ندادی نزدیک. خب این از این. مسئله دیگه در مورد داووده. خیلی از بچه ها اومدن چون وحید برگشته گفته که من بعد از اینکه من از خونه مریم بعد از یکی دو روز میخوام برم خونه داوود. چند نفر اومدن گفتن نه تو رو خدا، یکی گفته تو رو خدا نرو. آی خانمی که از تو عراق هستی و به وحید قسمش دادی نره، خب قسمش دادی نره، خب خونه تو در اختیارش قرار بده. شما تا چه حدی داوودو میشناسید؟ تازه یه سری کسا اومدن گفتن ما داریم بهت این تله از فلانه بهمانه میخوام بلایی سر وحید بیارم. بابا بلا سرش آوردن دیگه، چه بلایی سر ما نیمده، چه بلایی سر وحید نیمده دیگه. میخوام بکشنش، بگیرم بکشنش، یه با چیکارش بکنه. خودشم برگشته که میخوام بکشن، خب بیاید بکشید دیگه، بالاخره آدم میمیره یه موقعی دیگه. نرو فلان. یک سری کسا اومدن چقدر پیامای آنچنانی میدن، فیلمو جنایی کردن که چی؟ خانومی که داری این اطلاعاتو در مورد داوود میدی، آقایی که در این اطلاعاتو میدی، یا فلان فلان. شما اینو بدونید کسی که وقتی یه خبر رو میده هم خودش هویتش مشخص نیست و هم منبع خبر رو مشخص نمیکنه اعتبار ندارید. شما الان اینجا یه دونه آتیش سوزی بشه اون ساختمون بیاد من خبر بدم، اول میان از من کارت شناسایی منو میگیرن که آیا من که این خبر رو دادم خودم کی هستم چی هستم. شما اومدی میگی من بهت گفتم نرو، چون خودتو نمیشناسیم. شما الان دارید میاد این حرفا رو میزنی. این از این مسئله که اگر حرفی دارید، صحبتی دارید، نظری دارید، میایید مطرح میکنید و منبعی هم دارید. آها شما اطلاعات گیرتون اومده، خب بگو دیگه. نه میخوای جون خودت به خطر نیفته، خب پس مواظب باش دیگه، پس نگران نباش دو. هیچ کاری نه، نگران این مسائلم نباش. و اما در مورد
حالا بریم این یکی رو بذاریم ببینیم این چه. یه ذره ببینیم این. آره الان میتونه بریم. و اما در مورد این که حالا اصلا گیریم یه همچین مسئله هست. قصاص قبل از جنایت که نمیتونیم بکنیم که. سحر رفت اونجا، عادل رفت اونجا، محسن علوی رفت اونجا. این فرد خودش اومد علناً توی لایف شرکت کرد. مسائلش رو گفت. اصلا گیریم تو ذهنش اصلا یه نقشه آنچنانی داره که مثلا وحید رو بلای سرش بیاره. ما نمیتونیم که این فرد رو محکومش بکنیم چون تو ذهن ما هست، چون تو ذهن شما، تو ذهن خودتون هر کاری میخواییم بکنید در رابطه با من انجام بدید. ولی تا موقعی که این مسئله من دلیلی نداشته باشم برای حس منفی خودم، فقط میتونه یه آلارمی باشه که هوشیارتر باشی. همین، نه اینکه حرکت نکنی. تمام حسای منفی ما، مسائلی که ما داریم، برای ما به عنوان یه آلارم هستن که ما بیشتر هوشیارانه تر برخورد کنیم، نه اینکه اصلا نریم جلو. اینم از این مسئله. اینم در مورد عادل. عادلی که حالا من نه گوش ندادم ببینم که سحر قرار بود که توی لایو صبحش، من نه گوش ندادم مثلا لایو صبح. خیلی دوست داشتم لایو صبح سحر رو گوش بدم. حالا حتما این کارو میکنم ببینم چه نکات رو مطرح کرد. با هر کس و ناکسی میری؟ بله، با هر کس و ناکسی میرم. حتی طرف اصلا بیاد بدترین آدم، من تا موقعی که این فرد، شما چطور میتونید به یک کسی بگید شما کس هستی، شما ناکس هستی؟ عمل کرده آدم ما مشخص میکنه، نه اینکه حرفایی که در موردش میزنن. الان من فکر نمی کنم توی این اینستاگرام و توی این کسانی که هست از من بدنامتر کسی باشه. اینقدر که درباره من گفتید، من خودم سردسته ناکس ها هستم. اینم از برای همین، واسه همین خیلی کسا رو هم که شما آگاه میکنید که نه یا سراغ ناکسا، سراغ من نمیاد. خیلی باحال زیبا، من تو دوست دارم. زیبا، کتاباتو کجا بفروشم؟ میخوای دستمال توالتشون کنی؟ بابا کونتو آخه کتاب، یه بار یکی این کار که کونتونو میبره. کتاب صفحه کاغذ خیلی بده. شما اتفاقا کاغذ خیلی برنده است. حالا شما اشکال نداره مثلا شما بیا بخر 500,000 تومان به من بده برو بشاش روش، ولی مسئله کون خودته، مسئله اون کیر خودته، مسئله اون قسمت هایی که تو داری، اون قسمت های مربوط به تناسلی، اونجا یعنی کیر و کس و کن، پوستشون خیلی ظریفه، خیلی ظریفه. اونم بیا کاغذ بزنی، خب بیا بزن، بیا اینجا من بهت بعد از چیز، بیا من همین الان میزنم، بیا به من بده، بیا برو بزن. مسئله این نیست، مسئله فقط موقعی که میخوای این کار بکنی مواظب باش، مواظب باش کس و کنت پاره نشه. کاغذ خیلی بدجور میبره. بیا این به عنوان دستمال توالت میخوای استفاده کنی، هیچ اشکال نداره. بیا. مگه اون کسی که اومد شاشید روش ما اعتراض کرد؟ مگه فرشته نیامد پاره کرد رفت؟ ما همش نگران این بودیم که توالتش نگیره. کاغذایی که چاپ شده، بابا کاغذ سخت. حالا ما کاغذم پولشو داده بود دیگه، حالا فرشته پرندوش زن با معرفتی پول کسی رو نمیخوره، حداقل خیانت در امانت نمیکنه، ولی خریده رفته ریخته توی توالتش، پاره کرده. زیبا ناوک، ببین ببین. ما هم گفتیم دیدیم عزیزم، دیدیم. ولی حالا مواظب باش که بعد که میخوای بری توالتت گرفته شد، حالا هی بیا برو زنگ همسایه رو بزن اینجا بشاشم، زنگ اون یکی همسایه رو بزن اونجا بشاشم.
ما بیشتر نگران این مسئله بودیم. حالا هم که الان اون باز آفرین، باز تو رای ریخت تو دستمال دستشویی، تو میخوای پاک کنی دیگه، وای نه بعدش دیگه. اگر نگرانت شدم، نگرانت شدم. نه دیگه واقعا اصلا بچه واقعا کاغذ خیلی بد میبره، حتما هم اتون تجربه کرده کاغذ اینجوری بگیری وحشتناک میبره. مریم خیلی چیزای دیگه وحید رو، وای این چقدر مثل چیزای دیگه وحید رو. و مریم هم خیلی چیزای وحید رو. وحید دوباره آواره شد، کجا رفت بیرون؟ وحید گفته که نمیدونم، وحید که حالا پیتزا شدیدیم که خوب جواب شد. خب بابا، خب برای این که کار بیمار متخصصان اورولوژی و متخصصان، اگه زن باشه متخصص زنان کارش، اونم تو این شرایط، بعد از اونا باشه که شعار زن زندگی آزادی و بیهجابی اینا داشته باشه، بره با کس و کون پاره راش ندم بیا حالا هی بیا. آره از کاغذ بدتر. بیارمش بالا وحیدو، وحید کو، وحید بیا، وحید بیاد بالا که حتما بیارمش بالا. زیبا دم خدا گرم، واقعا دم خدا گرم. من بچه در کل اینو بگم، زن زندگی زیبا، در کل اینو بگم، خدا درسته که الان منو بلاک کرده، خب ما به این بلاکاش عادت کردیم، دختر بسیار یعنی خدمات زیادی به من کرد، خدمات زیادی کرده. کدومتون اومدید اینجا توی زندگی درمانی، هم خرج دو بلیتش، خب هم این که یه موبایل بدی بعد بیایی، اون موقع مامانش موافق نبود، مامانش گفته بود فلان و اینا، از خونه همون صبح فرار میکنه که با مامانش روبرو نشه. کار بزرگی کرد دیگه، حالا کار نداریم به این. ببینید شما هدا رو، هدا برنامه برخوردایی که کرد در این زمینه خیلی کارهای بزرگی کرد. حالا انگیزه هاش، اون دو دوزه بازیاش یه طرف تصفیه میشه، ولی من به شما گفتم هدا به مرور زمان، ببین این هدایی که این مسافرت اومد با هدایی که 2000 و چند بود؟ 2006 2018 بود فکر کنم اومده بود. با هدای 2018 خیلی فرق داشت. خیلی پخته در بود. خیلی قوی تر بود. خیلی اون موقع که دستش اینجوری کرد گریه کرد روز اول، فقط 2 ساعت 3 ساعت خوابید تونست مدیریت کنه. نه من در کل اگر بخوام در مورد هدا صحبت بکنم و مسائلی هم که در رابطه با احمد به وجود آورد، خدمت بزرگی به من کرد، کاری که من نمیتونستم بگم دیگه، کاری که نمیتونستم بکنم، عقده‌ای بود تو دل من بود، عقده رو باز کرد دیگه. و این خدمته به هر حال، حالا با هر انگیزه ای، همیشه شما الان بدونید حتی عدو، واسه همینه که الان این پیج مخالف زیبا نامک میگه چه خدمت هایی به من کرده در رابطه با عادل، در رابطه با نمیدونم آدم های مختلف. یه دونه توت فرنگی بخوریم حالا. زیبا موقع دادن پول خرید سکته کرده. نه میگه چرا نه، چون مال خودم ندادم که. شما بیاید تو کانال میبینید که فعلا پول شری رو خرج کردم، یکم هم از پول ماریا رو خرج کردم، نزدیک 100 یورو فعلا اولا دادن. بابا من امروز نزدیک 25-6 یورو خرج کردم. خب دیروز هم میخواستم یه مقدار چیزا اوردر بدم و اینا، خب دیگه فوزی اومد، فوزیه آورد، نمیدونم نون آورد، 4 نون آورد،
کلرابی، اسکاهو، خیار، گوجه، نمیدونم چی، لیمو. خب اینا یه ذره باعث شد که برنامه خریدم عقب بیافت. ولی خب فعلا نه، چون که خب خودم ندادم دیگه. حالا شاید پول خودم باشه خیلی جونم در بیاد، ممکنه، ولی فعلا حالا به پول خودم که نرسیدم. فعلا پول شریه، بعد پول سمیراست، بعد پول ماریاست، بعد پول 15 پوند وحید، از اون 200 دلاره مونده هنوز. روزی جای احمد رو گیرم؟ نه، هیچ کس جای هیچ کس رو نمیگیره، هیچ کس جای هیچ کس رو نمیگیره. ما تا حالا با احمد چندین بار فاصله داشتیم دیگه، این مسئله نیستش. خوبه، مسائل مادی سریع حل میشه، این مسائل روحیه که عنوان بشه. فوزیه ساعت 7 صبح ساعت گذاشته بودم براش، رفته بود صبح سر کار میره. بمیری مالت به کی میرسه؟ مالی نداریم، نه طلایی داریم نه ماش. او راستی یادم باشه براتون، هی از دیروز گفتم که اسکرین از این کنتوهای بانکی من بذارم براتون. بچه‌ها اگه یادم رفت بیایید تو تلگرام بگید، همون موقع که تو تلگرام میاد، چون لایف که تموم میشه خیلی چیزا یادم. احمدم رفت پیش حبیب، هر دوتاشون رابطهشون خوبه دیگه. آره توت فرنگی خیلی تازه است، خیلی واقعا نگاه کنیم مهم قسم. توت فرنگی هایی که از توی باغ میگیرید، باغ از یه سری باغ الان دیگه باز شده دیگه، اینجا این دکه هایی به شکل توت فرنگی میذارن، بعد آره اونجا به شکل گیلاس میذارن، محصولات خود آلمانه، خیلی هم خوبه، شیرین هم هستن، خیلی خوب. منتها اینا گرونن دیگه، اینا که مستقیم میان. ولی وقتی شما از فروشگاه های دیسکانتر مثل آلدی و لیدل و این فروشگاه های زنجیره‌ای میخرید، اونا چه زن فرق میکنه مقدار. اینا خیلی خوبه. آره بوی خوبی میده. خب اینم از بچه ها. کم کم ام خوب بود. من آخرش رو بگم بهتون که اولا آسمون چقدر قشنگه، امروز خیلی روز خوبی بود تو بازار و اینا رفتم، ولی گل نداشت. اون مردی که گل فروشمون گل نداشت، ازش ریواس خریدم. این خیلی چیزایی که گرفتم و بهتون ریواس رو تو این دقیقه آخر نشون بدم. ولی اوه این زیتونه هست، ببینیم 20 داده 5 تا. بیا این رو کشم این برتر، اینقدر 5 یورو ریواسه. ببینید آه سیب زمینی ها بیام براتون بگم. این سیب زمینی، این همینی میبینید، همین فقط 7 یورو 7 یورو. این سیب زمینی ها رو میشه با چیز با پوست خورد. اینا پیازای مخصوص چیه؟ مخصوص سالات. گفتم برای سالات میخوام. تخم مرغ دونه 40 سنت، دونه 40 سنت، 4 تا گرفتم. 1 2 3 دونه 40 سنت. حالا این دوتا 4 تا برای من حالا فعلا برای یه هفته بس. این ریباسی سرچ دای دیگه هم گفت، توت فرنگی هم که گرفتم و دیگه چی گرفته بودم؟ آها پپرونی گرفتم و پپرونی اوی 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 اوی
سجوق گرفتم، عکساشو میذارم براتون دیگه. حالا بریم، یک ساعت تموم شد، موهای منم خوش شد، الان دیدی خوشگل میشه دیگه، خوشگل میشه، خوشگل میشه. بریم بگم بالکن. اویا بالکنم بیا. اوه 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 سرد هوا. موهای من الان داره قشنگ‌تر میشه تا شب دیگه، خیلی قشنگ میشه، اولش که اینجوری تو بعد.